میتونم خواهش کنم دوستانیکه اون عقب‌تر نشستن اگه ممکنه دست بیارین جلو غذای دوستانه تری داشته باشید. سپاسگزارم از شما. نشست بعدی کانون کتاب تورنتو روز جمعه 12 آوریل خواهد بود. سخنران ما آقای دکتر عباس امانت هستند. کتاب جدیدشون تحت عنوان ایران مادر هیستوری معرفی میشه. امیدوارم که دوستان رو اونجا ببینیم در اون نشست. اساتیدی که امروز ما در خدمتون هستیم معرف حضور همتون هستم. من صرفاً خاطر رسم معرفی چند کلمه در مورد هفته دو خواهم گفت و بعد اول سخنران امروز خانم دکتر مویسی بر ما صحبت خواهم کرد. دکتر هایده مویسی استاد بازنشسته و پژوهشگر ارشد مطالعات زنان و جامعه شناسی در دانشگاه یورک هستند. ایشون در سمت معاون روابط خارجی دانشکده‌های علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه، رئیس کمیته اجرایی مرکز مطالعات فمینیستی
و عضو شورای مرکزی مطالعات پناهندگی این دانشگاه خدمت کرده. ایشون یکی از چهار استادی هستند که از دانشگاه‌های سراسر کانادا جایزه پژوهشی و عضویت در بنیاد آکادمیک پیر الیوت ترودو رو در سال 2011 دریافت کردند. در سال 2015 کمیته زنان کنفدراسیون اتحادیه‌های استادان دانشگاه آقای اونتاریو جایزه استاد برجسته رو به ایشون دادن. بسیاری از کارهای دکتر موقیسی به زبانهای آلمانی، عربی، فرانسه، اسپانیایی و کره‌ای ترجمه شده. با تشکر از آقای حریری و دکتر توکلی گفتی که 140 140 بله نشست 140 واقعا باید تبریک بگم بهتون با حوصله و پشتکار شما و اینکه کار دموکراتیک کردن واقعا کار آسونی نیست و شما با موفقیت این همه سال رو ادامه دارید. به هر حال و ضمن خیلی ممنون دانشگاه تورنتو هست که این پودیومشون به اندازه است، چون معمولا هر رو صحبت میکنم این مسئله است که پودیوم ها معمولا برای مردای سفید بلند ساخته شده و به هر حال من همیشه از اون پشت باید نگاه کنم. میشه میکروفون یه ذره نزدیک‌تر بیاریم؟ بله بله. به هر حال در چهارمین سالگرد انقلاب 57 دیگه تردیدی نیست که نظام سیاسی اقتصادی و فرهنگ اسلامی شکست خورد. فساد، فقر، خودکامگی، سرخوردگی، بیزاری، دلمردگی و اعتراض همه گیر هست. یعنی دیگه تردیدی در موردش نیست. جنگ مذهبی اسلام گرایان علیه جامعه بر سر اخلاقی رو هم از رمق افتاده. و مردم به خصوص جوانان واقعا اعتراضشون رو تقریبا به هر شکلی که میتونن ابراز میکنن هر روزه. جواب جمهوری اسلامی طبیعتا به طور که همه میدونیم خشونت هست. به همین دلیل است که مثلا عفو بین الملل در گزارش 22 ژانویه همین سال 2019 اعلام کرد که سال 2018 سال شرمندگی جمهوری اسلامی است. دقیقا همین عنوان رو کارد. برای اینکه مثلا در گزارشش هست که کشتن 26 نفر از 7000 معترضین دستگیر شده از جمله 467 کارگر، رانندگان کامیون، معلمان، وکلا، 112 نفر فعال حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، هر کسی که به هر حال جمهوری اسلامی اون رو غیر خودی قلمداد می‌کنه. به علاوه حکم شلاق برای صدها نفر از شهروندان و مرد مشکوک در زندان که همه از اون اطلاع دارند. در این حال در همین سال 2018 233 مورد اعدام در جمهوری اسلامی بوده که حداقل 5 نفر اونها زن بودن. اینکه زنها در تمام این حرکات اعتراضی و همچنین در لیست سرکوب و کشته شدگان و بازداشت شدگان یعنی قربانیان خشونت دولتی حضور دارن تقریبا همه در موردش توافق دارد. اما هنوز هم تلاش برای جلب توجه به نگرانی‌های خاص زنان یا طرح تبعیض‌ها یا انتقاد از پدرسالاری و مردمهربانی ارزش‌گذاری به فعالیت‌های زن و مرد به نظر من همه‌گیر هست. در جامعه عام جامعه که انتظاری نیست ولی حتی در بین روشنفکران معدودی هستند که واقعا یا وقتی که این مسائل طرح میشه با جار و جنجال اونا رو انکار میکنن یا این بحث ها رو ساخته و پرداخته فمینیست های ضد زن میدونن
یا اگر که بپذیرن میگن که خب به هر حال اولویت الان چیز دیگه است، زنها هم این درک میکنن و غیره. ادعای من این هست که این برخورد نتیجه یا تصور و توهم نتیجه بی‌اطلاعی از واقعیت بیش از 100 سال مبارزه زنان برای حقوقشون و برای آزادی‌های اجتماعی بوده. و خب علاقشم در حقیقت در تاریخ مردانه هست که همه ما ازش اطلاع داریم و تمام مطالبات 100 سال زنان رو که ما با زبان امروزی مطالبات فمینیستی میدونیم در این سالهای اخیر هست که در حقیقت ما ازش آگاه شدیم. و به همین دلیل این بی‌اعتنایی تاریخ به مرتجعین و متشرعین اجازه داده که این مسئله رو به یک کلیشه تبدیل کنن که بعضی اصلا میگن که مسئله زن اصلا در ایران زمینه ای نداره یا اینکه وارداتی غرب هست و متاسفانه در ناخودآگاه بسیاری از روشنفکران هم عمل میکنه. و حالا من مثالاش رو فرصت نیست که بزنم ولی خب مثالها واقعا بی‌شمار هست. اما واقعیت چی هست؟ اینکه مبارزه و اعتراض زنان به محرومیت حقوقی و اجتماعی خودشون در حقیقت از نیمه های قرن 19 توسط البته زنان منفردی که پیشرو بودن شروع میشه. برای ما صدای اینا رو از اون زمان داریم که مثال ها همه تقریبا بایش آشنا هستیم. در این سال های اخیر شنیدیم از طاهره قرة‌العین ببینیم که در دشت روسریش رو برمیداره، حجاب برمیداره و اعتراض میکنه به مرد سالاری یا بیبی خانم استرآبادی. یا حتی زمان شعر ما همه با مثلا تکیه روی فروغ فرخزاد هست ولی 50-60 سال قبل از اون عالم تاج قائم مقامی موصوف ژاله اشعاری داره که واقعا حیرت آور هست که با چه از چه دیدگاه زنانه ای و با چه روشنی در سالاری و محرومیت زنها رو به نقد می‌گیره. با این حال اینها فعالیت های منفرد است. در انقلاب مشروطه هست که در حقیقت مشارکت در فعالیت سیاسی آغاز تشکل های زنان است و این به شکل به اصطلاح انجمن های مخفی یا تشکیل مدارس دخترانه، بعضیاش به طور مخفی و بعضی نه، و نشریات زنان آغاز به کار می‌کنه. همین هم حد کافی است که ذکر بکنم که مثلا بین 1288 تا 1308 شمسی حدود 20 نشریه و شبنامه زنان منتشر می‌شده در ایران. حالا تصور کنید که در این مملکتی که اساساً انتشار روزنامه یک پدیده بسیار نادری بوده، این حکایت از وجود یک جنبش زنان می‌کنه. به هر حال این مرحله اول است. در مرحله دوم وارد دوران رضا شاه و اصلاحات اون میشیم. زنها به طور کلی تا اونجایی که تاریخ به اصطلاح ثبت کرده همه پشتیبان زنان تحصیل کرده طبقه متوسط پشتیبان رضا شاه و اصلاحات او بودن. یعنی که بسیاری از این اصلاحات بسیار مثبت بود، ایجاد مدارس دخترانه یا افزایش اونها، تدوین قوانین مدنی و جزایی که دست روحانیت رو از دادگاه ها در حقیقت کوتاه میکنه، محدود کردن فعالیت هاشون در حوزه آموزش و تعلیمات و جایگزینی روحانیت با اوضاعات تحصیل کرده و آموزش دیده و غیره و غیره. اما میرسیم به یک نکته که باز یک کلیشه تقریبا عامیت یافته است و باز من تکرار میکنم که واقعا این فقط مربوط به عام مردم نمیشه. اخیرا من اینو در یکی از این بحث‌های تلویزیونی در بی‌بی‌سی هم از یکی از آقایون روشنفکر شنیدم که خیلی رسماً در اصطلاح بحثی که وجود داشت گفت که آقای چیزهای زنان، کارهای زنان که
رفتی به خود زنها نداشت. به هر حال دولت دولتی بود و از طریق اقدامات دولتی بود که مسئله زنان مطرح شد. و این واقعا هیچ چیزی به دورتر از حقیقت در مورد است. یک مثال بسیار بارز مسئله به اصطلاح کشف حجاب است. یعنی حدود 100 سال زنان ایران و بعضی از مردان روشنفکر مسئله حجاب برداری براشون یکی از مسائل عمده تجدد و پیشرفت ایران و زنها به تدریج از 1000 تقریبا 1300 شروع کرده بودن که بدون حجاب بعضی هاشون خصوص معلمان در خیابونا ظاهر بشن و ما مثال های بیشماری داریم. مثلا در دوران تشکیل مجلس اول یک عده از زنهای تهرانی به راهپیمایی در مقابل مجلس پرداختن و روسری‌هاشون رو برداشتن و خواستار این شدن که حقوق شهروندی کامل به زنان در قانون اساسی داده بشه. یا اینکه در شیراز مثلا یک گروهی از زنان در همون سالها به عنوان اعتراض به اونچه که کفن سیاه گفتن سعی کردن با چادر قهوه‌ای به جای چادر سیاه در خیابون ظاهر بشن که البته با کتک اینا رو برگردوندن به خونه هاشون. علاوه بر این ما مثلا در 1356 در همون حدودها تاریخ داریم که به هر حال مثلا کسی مثل قمارالملوک که وزیری در کنسرت شهرداری بدون حجاب ظاهر میشه که خود این یک جنجالی به پا میکنه، ولی نشان از این هست که قبل از 1314 که فرمان کشف حجاب صادر میشه بسیاری از زنهای ایرانی حداقل در مثلا تهران سعی میکردن بدون حجاب ظاهر بشن و این تابو رو بشکن. به هر حال منتها به طوری که همه میدونیم خوب این اصلاحات بسیار مهم رضا شاه همراه با یک سیاست استبدادی بود که به هر حال حتی اونایی رو که از این اصلاحات سود میبردن یا حداقل بخش عمده ایش رو علیه اون برمیخت. بعد ما در دوران شاه هست که بعد از برکناری رضا شاه باز همین سیاست به اصطلاح برمتافتن جنبش مستقل زنان یا مبارزه بر دموکراسی برای دموکراسی همراه با اصلاحات دیگری که در زمان شاه سابق انجام شد با سیاست این دوره هست. اما بعد از رضا شاه دوباره سازمان های زنان یه نفسی کشیدن چون به هر حال ممنوع شده بودن یه قانون بانوان که تشکیل شد تمامش سازمان های مستقل زنان ممنوع شدن. اما در دوران پس از رضا شاه اینا شروع کردن دوباره به فعالیت. مثلا در دوره به خصوص سازمان های وابسته به حزب توده جامعه زنان یا تشکیلات زنان ایران فعالیت های بسیار وسیع رو برای کسب بعضی از حقوق قانونی شروع کردن، کنگره زنان رو تشکیل دادن و یا حتی در دوران قبل از 28 مرداد در 1332 از زنان خواستن که برن، زنان رأی نداشتن ولی با تبلیغات و تشویق حزب توده به زنان گفتن که برن در رفراندوم علیه جمهوری علیه شاه رأی بدن و این کار کرد. یا حدود 100,000 امضا جمع کردن در دوران مصدق و برای اینکه به زنان حق رأی داده بشه. یعنی این فعالیت ها غرض من این هست که اینا به هر حال وجود داشته و زنان در این مبارزه ها شرکت میکردن در مبارزه عام و خواستهای خودشون رو هم مطرح میکردن. طبیعتا ما 28 مرداد همه اینها متقمه این فعالیت ها متوقف میشه تا میرسیم به انقلاب 57 که در حقیقت اعتراض زنان به شخص آیت الله خمینی اولین شورش علیه شخص خمینی هست که جنبه تقدس داشت و ولی از ملامت تلقی می شد
و در حقیقت پیش از هر سازمان سیاسی دیگه زنا هستن که اعتراض میکنن به تلاش برای اسلامی کردن جامعه. طبیعتا زنها و وضعیت ظاهری اونها بسیار مهم بوده برای پس برای جمهوری اسلامی، برای اینکه برگردوندن زنان به حجاب نماد هویت اسلامی و استقرار مجدد این هویت است. و بعد مسئله به اصطلاح کشف حجاب رو که همونطور که گفتم که منتسب می‌کردن به رضا شاه، غافل از اینکه به هر حال همونطور که گفتم نه تنها زنها خودشون مبده این مسئله بودن، بلکه وقتی که شاه از توطیه برمیگرده به ایران، رضا شاه این زنها هستن که با نامه‌ای که به دستش میدن ازش میخوان که حمایت قانونی از زنای بی‌حجابی که مورد تعرض پلیس بودن انجام بده. یعنی یک سلسله وقایع درست است که تحت تاثیر به اصطلاح تحولات توطیه قرار میگیره رضا شاه، اما خود این زنها بودن که مسئله برداشتن حجاب رو تحمیل میکنن در حقیقت و قانون میشه. برحال روایت های قانونی بسیار است که رضا شاه مثلا در روزی که میخواد به دانشسرای عالی بره و زنش رو و دخترانش رو میگه به حجاب برن، به اونجا برن، ابراز کرده که ای کاش میمردم و زن خودم رو به حجاب در ملای عام نمیبرم. یعنی حتی این مسئله هست که نشون میده که تا چه حد این مسئله از ابتدا مسئله کلیدی بوده در سیاست ایران. به هر حال بر اساس همین برداشت که کشف حجاب هدیه ملوکانه بوده، خمینی به طوری که همه میدونیم مرتبا در اوائل انقلاب ذکر میکرد که فقط این زنان مردم مسلمان بودن که از انقلاب حمایت کردن، این زنان محجبه بودن که در راه پیمایی ها شروع کردن و اینا خواستار اسلام و قوانین اسلامی بودن و هستن، و بقیه زنان تمام کسانی که محجبه نبودن یا در ادارات دولتی کار میکردن، در دانشگاه بودن و غیره، به تعبیر او لخت بودن یا ملعبه دست قوانین حکومت پهلوی بودن یا به سرسپردی بیگانه بار بودن. و این هم به هر حال یک عوام فریبی مثل سایر گفتمان فریبنده آیت الله بود، و اینکه به هر حال بعضی از همزنهای نسل من حتما به خوبی یادشون هست که خیلی از ما در راهپیمایی ها شرکت کردیم و متاسفانه بعضی از ما به خاطر اعتراض به زیادرنگی های آنچه که ما زیادرنگی های تجدد خواهانه یا تجدد طلبانه دوران پهلوی داشتیم روی روسری هم به سرمون میکردیم. البته من خوشبختانه حتی حداقل در این مورد میتونم بگم که این کار نکردم، ولی خب مثلا خواهرای من حتی چادر سیاه دوختن و اینکه وقتی میرن به بهشت زهرا هم رنگ جماعت باشن و اونا تنها نبودن، بسیاری از زنهای چپ این کار کردن. اما به طور کلی زنهایی که توی انقلاب شرکت کردن گروه‌های مختلف بودن. برای زنهای زحمتکش حاشیه نشین فرض کنیم تهران و شهرهای بزرگ، وعده هایی که بهشون داده میشد در مورد آب و برق و مجانی و غیره طبیعتا تعیین کننده بود، و برای گروه های اون زنان متوسط شهری که بازاری بودن و غیره یک هدف های دیگری داشتن. غرض این هست که به هر حال گروه های مختلفی از زنان در انقلاب با هدف های مختلف و خواست های مختلف در این انقلاب شرکت کرد. اما میرسیم به جنبش زنان پس از انقلاب، اگر که بشه به اون جنبش گفت، چون که به نظر من به معنای سازمان یافتگی و داشتن برنامه و استراتژی معین ما جنبش به اون شکل نداریم. ما
ما حرکت‌های بسیار فعالانه و مؤثر زنان رو داریم و طبیعتاً با تنوع وسیعی از دیدگاه‌های مختلف از مذهبی، سکولار، لیبرال، چپ، میانه رو، رادیکال و غیره و غیره. و در تمام این 40 سال با کمال متانت اما با پیگیری خواستهای زنان رو دنبال کردن. بعضی ها به رفورم از درون خود این رژیم معتقدن، بعضی ها در فشار گذاشتن رژیم برای تحولات و غیره و غیره. اما من میخوام برای یک نکته کلیدی که به نظر من در شرایط حاضر بسیار اهمیت داره تکیه بکنم و صحبتم رو در حقیقت با اون تمام بکنم. و اون این هست که اون چه که تا حدود زیادی الان نگران کننده هست مسئله نفوذ یک گرایش ضد تشکیلاتی و من میخوام بگم ضد آلمانی در بین فعالان زن هست در حال حاضر. و کلوته نکاسی هست از به اصطلاح وجود همین گرایشات در کل جنبش اپوزیسیون. و اون این هست که به تدریج با ادعای غیر ایدئولوژیک بودن و غیر سیاسی بودن و استفاده متبکرانه از امکاناتی که فضای مبتکرانه از فضای سیاسی که در اینترنت در اختیارشون گذاشته شده راه حل‌های بسیار ساده وارانه‌ای رو برای یک مسئله بسیار پیچیده که مسئله وضعیت زنان تحت حکومت پوپولیسم مذهبی هست ارائه میدن و تکیه اونها بر عملیات فردی هست و ابتکارات فردی. دو نکته در این مورد بسیار اهمیت دارد. اولا استفاده از اینترنت و فیسبوک و توییتر و انواع اقسام این به اصطلاح امکانات که من اصلا بهش وارد نیستم در غیاب تشکیلات، امکان تشکیلات و آزادی اعصاب خب بسیار مفید میتونه باشه برای اطلاع رسانی و بسیج سیاسی اما حول برنامه و اولویت مشخص. و اینکه جلب حمایت اقشار مختلف زنان رو بتونن از این طریق انجام بده. اما مسئله این هست که وقتی که استفاده از اینترنت به خودی خودش تبدیل میشه به یک چیزی برای و به عنوان تنها راه ارتباط که جای تشکل جنگی رو میگیره و باقی اشکالات دیگری پدید میاد. حالا در اینجا من بدون اینکه به شیوه دشمن دست به طور شخصیت و اتهامات غیرقابل اثبات درباره پاداش‌های مالی ستاره‌های این گرایش بزنم و فکر میکنم لازم است که هشدار بدیم که به نظر میرسه که اکنون متهاجم‌ترین افراد این گرایش سیاسی در خارج از کشور آگاهانه یا ناآگاهانه در چنبره ایدئولوژی نئولیبرال گرفتار شدن و شاید متوجه نیستن که چگونه بازیگران اصلی این درام سیاسی با هدف مشخصی که هیچ ارتباطی به نقض حقوق بشر یا حقوق زنان در ایران نداره با تشویق سیاست هر کسی برای خودش و ستایش عملیات فردی با یا با تعیین یک نوع رانت کنشگری و با پشتیبانی سیاسی رسانه‌های ایرانی که دلایل خودشون رو برای به اصطلاح ماساژ جاه طلبی های افراد دارن در خدمت شرورترین ملغا کنندگان حقوق بشر و زن ستیز قرار میگیرن و ذهن اونا را از مسئولیت سیاسی و اخلاقی تهی میکنن. این رویداد بسیار منفی هست برای اینکه یکی از دستاوردهای به نظر من حرکت های زنان پس از انقلاب این بوده که پرنسیپ که استقلال سیاسی زنان از احزاب، از حکومت ها و از کارگزاران دولت های خارجی رو تبدیل به یک پرنسیپ فمینیستی کردن و الان این داره عوض میشه. اصولا عاملیت که اینقدر استفاده ازش میشه با دست و دل بازانه یک مفهوم بسیار پیچیده تری از ابراز اراده فردی داره. به طور که میدونیم این در جامعه شناسی مفهوم قابل
قابلیت رو اساساً در مقابل بی اختیاری انسان و دترمینیسم به کار شروعش بعد به کار برده شد. و منظور این بود که انسان مختار هست، میتونه انتخاب کنه و آگاهانه از طریق تعقل و اعمال اراده بکنه. بنابراین آگاهی در این عاملیت که زیاد استفاده میشه بسیار اهمیت داره. من وقتم تقریبا تمامه، تمام بنابراین تصریح بکنم که حجاب اولین سوژه کشمکش سیاسی دستگاه انقلابی بود و معترضین به فرمان حجاب آیت الله نخستین مخالفان رادیکال او بودند. در حجاب کردن زنان بسیار اهمیت داشتیم. اما در 40 سال گذشته مقاومت علیه حجاب همیشه وجود داشته. یادآوری بکنم خودسوزی دکتر هما دارابی رو که در 1369 بود فکر میکنم علیه حجاب اجباری انجام شد. یا نوآوری‌هایی که زنای جوان ایرانی الان در مورد فرض کنیم افتخارهایی که برای آرایش و پوشش خودشون میزنن که تو دهنی به رژیم اسلامی هست، مقاومت علیه حجاب بوده تا برسیم به دختران انقلاب. اما اینکه این مسئله بسیار مهم رو از سایر مسائل مهم اجتماعی که زنها باش دست به دیدون هستن جدا بکنیم و اینو به عنوان مهمترین شاخصه استبداد جنسیتی به مردم ارائه بدیم، به نظر من یک عقبگرد بسیار منفی و زیان‌آور برای جنبش زنان است. من البته این نه دعوتی هست به اینکه دوباره به اصطلاح به ایدئولوژی های فرقه‌گرا زنان متصل بشن یا به احزاب سیاسی یا به هر حال انواع فعالیت هایی که استقلالشون رو میگیره. مسئله این هست که وقتی که ما این مسئله رو از سایر مسائل بسیار عاجل زنان جدا میکنیم، مثلا سیاست های نئولیبرالی که دولت های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری اتخاذ کردن و یک سلسله از سیاست هایی که زیان های وحشتناکی به زنها زده، نتیجهش همه میدونیم مسئله فقر، کارتون خوابی زنان، فحشا در سنین جوانی و غیره و غیره که همه نتیجه این سیاست هاست. ما کوچکترین اشاره به اینا نشه و فقط مسئله حجاب مطرح بشه به عنوان نماد استبداد جمهوری اسلامی طبیعتا بسیار زیان آور است. امیدوارم بقیه بحث رو در گفتگو داشته باشم. دوستان چند دقیقه فرصت هست برای چند تا سوال، خواهش میکنم سوالاتون رو محدود کنید به حد اکثر یه دقیقه، یه دقیقه و نیم و خانم دکتر مقیسی هم سریع پاسخ بدن که بتونیم چند تا سوال بگیریم. بفرمایید. خانم دکتر مقیسی، متشکرم از صحبت‌های بسیار روشنگرتون. سوال من اینه که اگر میتونیم به فعالیت‌های زنان در دوران مشروطه و بعد از اون به این جنبش زنان، چرا به فعالیت هایی که الان زنان دارن انجام میده هم نمیتونیم به این جنبش زنان؟ دونه دونه جواب بدید. ببینید جنبش این تعریف داره، یعنی که جنبش وقتی هست که یک به اصطلاح تشکل معین وجود داشته باشه، برنامه یا یه استراتژی داشته باشه و اون برنامه رو دنبال بکنه. الان ما چنین چیزی نداریم. اگر حتی از جنبش زنان صحبت کنیم، این یک جنبش سازمان نیافته و پراکنده است. و همین جهت من فکر می‌کنم حرکت‌های زنان هست، مقاومت زنان هست، اما جنبش به اون شکل من فکر نمی‌کنم بشه بهش گفت. بفرم. تشکر از سخنرانتون. سوال داشتم خواستم اگر این رو پیش‌فرض بپذیریم که ما گروه‌های مختلف اجتماعی و طبقات مختلف اجتماعی داریم که کنجاوی متفاوتی نسبت به بحث زن دارن، این وضعیت فعلی ایران چطوری میشه که زنجیره هم ارزی بین همه اینا برای ایجاد تشکیلات و اینکه به سمت دیگه کنش سیاسی برن وجود بیاره؟ بسیار سوال مهمی است.
و من نمیدونم واقعا میتونم به طور قانع کننده بهش جواب بدم یا نه. طبیعتا استبداد سیاسی و نبود امکان هیچ نوع مخالفتی در 1993 حتی سخن گفتن از فمینیسم و فعالیت زنان در مجلس ایران گذشت که غیر قانونیه. بنابراین طبعا میشه حد زد که زنان با چه دشواری دست و پنجه نرم میکنه. اما میشه از حرکت‌هایی صحبت کرد که در حقیقت مبادله نظر هست یا کوالیشن فارسی ببخشید. ائتلاف و جبهه تشکیل داد، چنان که مثلا در قبل از انتخابات 88، 84 و 88 چنین فعالیت های شروع شد. به تدریج از این طریق است که گفتگوها انجام میشه، برنامه ها مبادله میشه و به تدریج با توجه به این تضعیف شدن امیدوارانه قدرت سیاست سیاسی دولت ممکن هست که یک تشکل، البته من معتقد نیستم که لزوماً باید تشکل سراسری به شکل احزاب وجود داشته باشه، اما همون تشکل های منفرد هم میتونن در مورد در بعضی مسائل، فرض کنین همین مسائلی که ذکر کردم، میتونن با هم در مواردی همکاری کنن و این خودش به یه شکل میشه تشکل جمعی. خیلی متشکرم هستم، خیلی بسیار همین مسائل رو بمتر کردیم. به نظر من یک جایی اونجایی که نئولیبرالیسم رو میدید و موجهایی که میاد و میره و ولی حالا فکر میکنیم مشکل جنبش زنان اینه که اخشار غیر از زحمتکشا فعال و یعنی طبقاتی این مسئله باستاب این ایدئولوژی ها و این نظره. در حالی که مثلا هفتپه رو نگاه بکنید اصلا جمعیت اومدن و فیتون اونجا صحبت کردن راجع به حجاب حرفی نداره. بنابراین فکر میکنم اگه ممکنه حتما شما بودون اجتماعی هم میدونید وقتی هم یه نشه یه نشه یابی در نظره این نظره اگر من درست فهمید باشم مسئله به اینجا ختم میشه که به هر حال بعضی از خواستهای زنان یا اساساً مسئله اصطلاح فمینیستی که مطرح میشه طبقاتی است و خواست یک قشر یا طبقه خاصی است. این تا یه حدودی درست هست و تاریخ هم اینجوری بوده. حتی فرض کنید در امریکا یا در همین کانادا هم به هر حال ابتدای زنان طبقه متوسط یا مرفه و تحصیل کرده بودند که مسئله فرض کنید هم رأی زنان رو مطرح کردن یا سایر مسائلی که الان دیگه به مسائل عادی تبدیل شد. در ایران هم به هر حال به یک مقدار به یک بیان اینجور هست. اما یک نکته هم نباید فراموش کنم. من سعی کردم در صحبتم هم اینو بگم که فرض کنید مسئله حجاب یا مسئله حقوق زنان در قانون خانواده. شما اگر حساب کنید که به هر حال در قانون خانواده فرض کنید نبود حق طلاق یا مسئله نبود حضانت، حق حضانت که زنان الان اینا یکی از مسائلی هست که در حقیقت خواستهاشون هست که باید تجدید نظر بشه، اینا بیش از همه چه اخشاری از زنان رو به اصطلاح تحت تحصیل قرار میده. زنان فرودست جامعه هست. برای اینکه به هر حال زنانی که از طبقه مرفه هستن این امکانات رو دارن از لحاظ مالی و پشتیبانی خانواده و غیره و غیره که بتونن در مواقعی که فرض کنین مسئله طلاق یا حضانت مطرح هست به هر حال یک راهی پیدا بکنن. ولی خب زنان فرودست این امکان ندارن. بنابراین تحول قانونی در چنین زمینه های بسیار مهم هست. اما من اینو قبول دارم که به هر حال اگر در به اصطلاح مطالبات زنان حداقل بخش‌هایی از مهمترین خواست‌های زنان فرودست هست مطرح بشه و سعی کردم همین رو ارائه کنم، به هر حال این یک جنبشی میشه، یک حرکتی میشه که کاملا منفرد هست، ایزوله هست و نمیتونه ارتباط برقرار کنه.
سپاسگزارم خانم دکتر مقیسه. خانم دکتر مقیسه مجدداً خواهم بود اینجا در 30 دقیقه نهایی نشست که اگر پرسش‌هایی باشه پاسخ بدم. ممنون از شما. سخنران بعدی ما خانم دکتر شهرزاد مجاب هستن. ایشون استاد مطالعات زنان آموزش و مدیر بخش مطالعات برابری دانشگاه تورنتو هستن. ایشون یکی از فعالان جنبش زنان هم که در جنبش‌های اجتماعی شرکت فعال داشتن و در سالهای اخیر پروژه مطالعات مارکسیست فمینیستی زنان و زندان در ایران، ترکیه و فلسطین، جوانان، جنگ و مهاجرت رو شروع کردن. از جمله زمینه‌های تحقیق و تدریس ایشان ایدئولوژی، آگاهی و آموزش انقلابی، زنان، جنگ، آموزش، جنگ و آموزش، مارکسیسم و آموزش و زنان در انقلاب خاورمیانه هستند. دکتر مجاب کتاب‌ها و مقالات متعددی در موارد فوق منتشر کردند و بسیاری از این نوشته‌ها به زبان‌های کردی، فارسی، عربی، آلمانی، فرانسه و سوئدی ترجمه شده. خانم دکتر مجاب باشید. همین سرمقاله پیشبینی عزل بنی صدر رو میکنه
و پیوند نزدیکتر شدن روحانیون با ملیون برای سرکوبی چپ. روندی که من توی بحثم ادامه میدم. انقلاب فرهنگی یکی از ستونهای اصلی تثبیت حکومت اسلامی بود که با سرکوب جنبش پرخوش و نوعهای دانشجویان و دانشگاهیان عمدتاً چپ و کمونیست، اخراج و زندانی کردن آنها و نهایتاً بسته شدن چند ساله دانشگاه شروع شد. بچه اشتراک عمده‌ای میان فرمان حجاب اجباری و تحکیم کردن آن در سال 1359 و سرکوب دانشگاهیان و دانشجویان و کلاً پروژه اسلامی کردن وجود داره. اسلامی کردن دانش، مخصوصاً علوم انسانی و اجتماعی، درست کردن یا ساختن پدیده به اصطلاح زن مسلمان، پیاده کردن این پروسه اسلامی کردن در زندان‌ها و تفاوت‌سازی و در نهایت کل روابط اجتماعی، هنر، رقص، موسیقی، تئاتر، سینما، برای تثبیت حکومت توکراسی فاشیستی در ایران این تحکیم‌ها بسیار مهمه. این رژیم توکراسی 40 سال است که با زن‌ستیزی، تحمیل ایدئولوژی اسلامی، دانش و دانشجو و دانشگاه ستیزی در بستر روابط سرمایه‌داری افسار و سیخته دین زده انقلاب فرهنگی اسلامی ابعاد گستره سیاسی و آموزشی دارد. در هر دو زمین مطالعات بسیار کمی انجام شده. به دلیل اینکه هر تحلیل و مطالعه دقیق از این موضوع باید مستقیما با دولت اسلامی و تحکیم کردن این سیاست‌های اسلامی کردن با اون مقابله بکنه و طیف وسیعی رو از افکار و افراد مختلف رو چه از مذهبیون، لیبرال مذهبیون و روشنفکران ملی مذهبی، همه اینها و کسانی که در حلقه حکومتی بودن، همه اینها رو در بر میگیره. از این روی موضوع ممنوعه و سانسور شده در واقع است. در بیرون هم در بهترین حالتها تحلیل‌ها ناپخته و نادقیق و یک نوع حتی بازنویسی تاریخی هم داریم. هست که به اونم برمیگرد. اگر حتی اصلا به این مسئله انقلاب فرهنگی پرداخته بشه، حتی در کتاب اخیر دکتر امانت که چند هفته دیگه اینجا خواهند بود، در این کتاب خیلی وسیع چند صفحه خیلی مختصر به انقلاب فرهنگی و اونم به شکل وقایع نگارانه و روزنامه نگارانه برخورد شده. دولت و دانشگاه چه در درون دوران پهلوی و چه در درون دوران اسلامی همیشه رابطه رودرمی و تقابلانه داشتند. از این رو کنترل سیاسی ایدئولوژیک دانشگاه ها از اقدامات مهم هر دو رژیم بوده که این اقدامات مشترک شامل یک کنترل کل نظام اداری دانشگاه، یعنی انتصاب رؤسای دانشگاه، دخالت‌های مستقیم دربار و امروزه درگاه رهبریت در امور دانشگاه، عدم استقلال علمی، اداری، مالی، کنترل امنیتی دانشگاه، حضور ساواک در دانشگاه در زمان پهلوی، دفتر تحکیم وحدت، بسیجی‌ها، سپاه، انجمن‌های اسلامی در 40 سال گذشته، سرکوب دانشجو و استاد و مخصوصاً در رژیم اسلامی ستاره کردن دانشجو و عدم آزادی علمی، یعنی academic freedom. از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 دانشگاه‌ها مرکز مهم رشد نیروهای چپ و سکولار بودند و نقش بسیار مهم کلیدی رو در خیزش مردم در سال‌های 56 و 59 بازی کردند. زمانی که اسلامیون به رهبری خمینی قدرت رو در دست گرفتن، نوعی قدرت دوگانه یا حکومتی دوگانه در دانشگاه حاکم بود. دولت تازه به قدرت رسیده به شدت از این موضوع نگران بود و سعی در پیاده کردن قدرت مطلقه خود بود و از این رو برنامه‌ای به نام انقلاب فرهنگی اسلامی رو پیاده کردن. دانشگاه بسته شد
و به تدریج تقریبا حدود 3 سال طول کشید تا کل بازگشایی دانشگاه ها انجام شد. اخراج استادان، دانشجویان، کارمندان، پاکسازی ایدئولوژیک وسیعی انجام شد گرفت. تغییر و تحولات آموزشی ابعاد بسیار گسترده داشت و فقط به چند نمونه اون اشاره میکنم. و مخصوصا سیاست های اسلامی کردن دانشگاه ها، یکیش جداسازی زن و مرد، جنسیتی کردن رشته ها، سهمیه بندی، آزمون ایدئولوژی و اهمیتی کردن گسترده دانشگاه. آغاز انقلاب فرهنگی از نظر تاریخی معمولا به بهار 1359 و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تبریز به نظرات رفسنجانی برمیگرده و در پی آن به پیام نوروزی 1359 خمینی و ماده 11 این پیام. چند سطری رو از این ماده 11 می‌خونم. باید انقلاب اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربن تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی انسانی. و همه باید بدانید که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است که نتیجه از عملی تلق این تفکر در سالهای آینده روشن می‌گردد. با کمال تأسف گاهی دیده می‌شود که به علت عدم درک صحیح و دقیق مفاهیم اسلامی بعضی این مسائل را با مسائل مارکسیستی مخلوط کردند و معجونی به وجود آوردند که به هیچ وجه با قوانین مترقی اسلام سازگار نیست. دانشجویان عزیز، راه اشتباه روشنفکران دانشگاهی غیر متعهد را نروید و از مردم خود را جدا نسازید. پایان نمی‌دهم. اما ریشه این نبرد بین روحانیت و دانشگاه، حوزه و دانشگاه، اسلامیون و چپ‌ها اول به این برمی‌گرده که پای گرفتن خمینی در سالهای 1356-59 بر پایه سوار شدن بر اعتراضات توده‌ای و تبدیل به یک حرکت پاپولیستی ضد چپ با همکاری امپریالیست‌های غربی. اسلامیون طرفدار خمینی متوجه بودند که در درون دانشگاه بین روشنفکران پایگاه ندارد. انجمن اسلامی دانشجویان و دفتر تحقیق وحدت در انتخابات دانشجویی که عموم شوراهای دانشجویی برقرار شده بود برای گرداندن دانشگاه بسیار ضعیف بودند. در مصاحبات عباس عبدی، خاطرات سعید حجاری و مصاحبهایی که هاشم آقاجانی از سردمداران انجمنهای اسلامی میکنند همیشه به این نکته اشاره میکنند که انجمن دانشجویان مسلمان حدود 10% در این انتخابات بیشتر رأی نمی‌آورد. حمایت دانشجویان از خلق کردستان و ترکمن‌صحرا و افشاگری از جنایت‌های این رژیم باعث شد که دولت و دستندرکاران اون زمان دانشگاه رو که سنگر آزادی نامیده بودند به ستاد جنگ خطاب کنند و از این رو خبر به گسترده رو علیه دانشگاه ها برنامه‌ریزی کردند. 4 جناح در درون دولت برای نبرد علیه دانشگاه حاضر شدند. اسلامیست های طرفدار خمینی، اسلامیست لیبرال هایی که در درون شورای انقلاب بودند، بنی صدر و لیبرال ها و حزب جمهوری اسلامی. اما از نظر من این نبرد ریشه در تاریخ گذشته داره. یعنی رشد اسلامیست ها که در ساختار رژیم پهلوی وجود داشت و مبارزه علیه کمونیسم. و این از نظر تاریخی به این برمی‌گرده. در سال 1312 اولین شماره نشریه دنیا حزب توده ایران مقاله مهم تقی ارانی هست که به تبلیغ علم، دانش، ماده‌گری و اندیشه علمی و مارکسیستی می‌پردازد. یک دهه بعد، 1320، بازرگان علیه این تفکر به انطباق روزه، نماز با استفاده از علم، یعنی ترمودینامیک و فیزیک و شیمی و
رواج خرافات مذهبی می‌پردازد. انجمن‌های اسلامی حلقه‌های وسیعی رو در سراسر ایران شروع می‌کنند به تشکیل دادن. قانون تبلیغات اسلامی زیر نظر محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی در مشهد. فدائیان اسلام با رهبریت نواز صفوی. انجمن تبلیغات اسلامی شاهپور و قانون اسلامی زیر رهبریت طالبان. همین نهضت سازی، یعنی یه پدیده‌ای به وجود میاد که من اسمش رو می‌ذارم پدیده نهضت سازی انجمن‌های اسلامی که بزرگان در اونها خیلی نقش مهمی این انجمن‌های اسلامی دفتر داشتند، سالن داشتند، امکانات نشر و مطالعات زیادی داشتند. در دهه 1330 آخوندها رو اینا به دانشگاه تهران آوردند و در همون دوره است که طرح رابطه نزدیک حوزه و دانشگاه رو مطرح می‌کنند، یعنی دو دهه قبل از انقلاب فرهنگی. و اینها از پشتیبانان ساختن مسجد در دانشگاه تهران بودند. به خاطر همین است که بعد از انقلاب ما می‌بینیم که چقدر نقش برگزاری نمازهای جمعه در صدر دانشگاه تهران چه اهمیت سیاسی ایدئولوژیک برای دانشجویان داشت. و یا حتی بحثایی که برای ورود خمینی به ایران آیا به دانشگاه تهران بره یا به بهشت زهرا از همین تفکرها برمی‌آید. در حالی که اسلامیت رشد میکنه و چپ‌ها اجازه خوندن و نوشتن یک کتاب مارکسیستی هم ندارن، علی شریعتی در حسینیه ارشاد بین سال 1349 و 51 تبلیغات اندیشه دینی رو میکنه. لازمه که بگم که حسینیه ارشاد سال 1346 توسط ملیون مذهبیون و سرمایه‌دارهایی مثل محمد همایون، ناصر میناچی، عبدالحسین علی‌آبادی اینا درست کردن. و خیلی جالبه که بگم ناصر میناچی در کابینه بازرگان وزیر تبلیغات و جهانگردی میشه و به خاطر تعلق خاطرش به حسینیه ارشاد نام وزارتخونه رو به وزارت ارشاد ملی تبدیل میکنه، ولی بعدا خودش با دوران با سرنگونی دولت بازرگان برکنار میشه. در همون سالهای 1350 دانشجویان اسلامی تبلیغات وسیع علیه روابط آزاد زن و مرد و دانشجو رو تو دانشگاه ها آغاز میکنند. در سال 1354 در دانشگاه تبریز گروه های ضربت علیه چپ ها درست میشه و در کافتریاها و اماکن عمومی که دانشجویان زن و مرد کنار هم بودن به اونها حمله میکنند. این روند تبدیل میشه به گشت‌های اسلامی، گشت ارشاد بعد از انقلاب. من اخیراً یک کتابی در اومده که فکر می‌کنم چند نکته مهم داره و اینو در بحث آخر دیدم، به این می‌خوام اینجا این نکته رو اضافه کنم. کتابی در اومده که یعنی تجدید چاپ شده به نام صدایی که شنیده نشد، نگرش‌های اجتماعی فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران. پس از 45 سال این کتاب اخیراً تجدید چاپ شده. و به گفته میگن که این کتاب اولین نظرسنجی ملی در ایران. آمارای بسیار مهمی در این کتاب است و چون دو آمارش به بحث من مربوطه ازش استفاده می‌کنم. یکی افزایش تیراژ کتاب‌های در دهه 1333 تا 42 567 جلد کتاب مذهبی چاپ شد در یک دهه. بین سال 52 تا 46 765 کتاب چاپ شد. یک دهه بعدش یعنی 1351 تا 53 1695 کتاب مذهبی چاپ شد. آمار مساجد هم جالب و اون اینکه 1341 در کل کشور در تمام شهرها و روستاها در مجموع 3653 مسجد وجود دارد. آبان 1352 فقط در محدوده 203 شهر عمده 5389 مسجد است. در تهران 1340 293 با مسجد هست، ولی در تهران 1352
700 مسجد ساخته میشه. این آمارها برای من روشنگر سیاست های رژیم پهلوی برای تکیه به روحانیت علیه چپ است. از این رابطه دربار و روحانیت ملیگرایان برای مخالفت با چپ بی‌بهره نبودند. و نکته تئوریکی رو که برای من روشن میکنه این است که رواج فرهنگ مذهبی و خرافاتی از بالا یعنی از دولت پهلوی چطور به پای گیری خمینیست در ایران کمک کرد. بنابراین تدارک حمله به دانشگاه و سرکوب چپ در برنامه اسلامیون همیشه بود، مخصوصا که همونطور که گفتم بین سالهای 56 و 59 ابتکار عمل به دست چپ ها تضاد بین دولت پهلوی و دانشگاه مخصوصا بعد از سیاه کرد و آغاز حرکت چریکی به شدت حاد شد. اکثر مبارزین چریک دانشجو معلم بودن، بنابراین سواک به شدت دانشجویان رو زیر ضرب و شتم خود قرار داد. بعد از ده شب شعر انستیتو گوته بیشتر گردهمایی روشنفکران در دانشگاه ها مخصوصا در تهران، در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی و پلی‌تکنیک انجام می شد. بهار 1357 آغاز موج اعتراضات و تظاهرات دانشگاهیان و دانشجویان و مخصوصا بیرون کردن نیروهای ساواک و امنیتی از دانشگاه بود. تشکیل سازمان مستقل دانشگاهیان در سال 1356 ابتکاری مهم و جسورانه بود. این سازمان حتی بدون اجازه دولت شاه امتحانات ورودی یعنی کنکور را برگزار مانع انتقال دانشگاه صنعتی از تهران به اصفهان شد. صندوق کمک مالی برای استادان اخراجی و کمک هزینه برای دانشجویان اخراجی درست کردند. سه ماده اصلی منشور سازمان مستقل دانشگاهیان عبارت بودند از 1. دفاع از استقلال دانشگاه، 2. دفاع از حقوق سیاسی اجتماعی دانشگاهیون، 3. دفاع از ادامه فعالیت‌های سیاسی دانشگاهیان به عنوان ادامه مبارزات مردم برای عدالت‌جویی. بنابراین این حاکمیت چپ عدالت‌جو بود که چهار جناح حاکم می‌خواستن اون رو از هم بپاشن. اما چیزی که مشخص هست و در مطالعات زیادی که من روی این مسئله انقلاب فرهنگی کردم نشون میده اینه که در مورد برچیدن چپ از دانشگاه تمام این جناح‌ها با هم متفاوت بود. آن چیزی که سر اختلاف نظر وجود داشت اینه که دانشگاه‌ها چه مدت تعطیل بمونن و این پروژه اسلامی کردن رو چطوری انجام بدن. در کتابی که تنها کتابی که در چند سال اخیر در ایران چاپ شده که به طور مفصل به مسائل دانشگاه می‌پردازه، ولی باز هم چند صفحه بسیار محدودی که خب معلومه چون در ایران چاپ شده از نظر مبارزی و سانسور نمی‌تونسته به مسائل انقلاب فرهنگی زیاد بپردازه، کتابی هست به نام سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی معاصر نوشته دکتر مقصود رمزفرا. در این کتاب نکات بسیار مهمی اومده. یکی اینه که میگه از آثار و پیامدهای تعطیل دانشگاه در انقلاب بین سال 61 و 62 تقلیل مراکز آموزش عالی و انحلال بخش غیر دولتی آموزش عالی است. حذف و کاهش تعداد دانشجویان، افت شدید در پذیرش دانشجو، تعدیل مرکزگرایی یعنی یک نوع ضدیت با مرکزیت دانشگاه تهران و مخصوصا اینکه به عنوان یک مؤسسه بسیار سیاسی هم بوده و هست، کاهش کادر آموزشی و همه اینها از پیامدهای این چند سالی که دانشگاه تعطیل است. اما به فرمان خمینی ستاد انقلاب فرهنگی درست میشه که برای اسلامی کردن این پروژه اسلامی کردن دانش رو پیش ببرد. و عده‌ای به این ستاد منصوب میشن. از جمله دکتر عبدالکریم سروش.
یک روند فکری عبدالکریم سروش رو هم از نقل‌قول‌های مختلف از خود ایشون روشن کنم. در سال 1361 عبدالکریم سروش میگه رشته‌هایی از دانش که در واقع دانش‌های کاذب هستند نه دانش‌های واقعی، اینها را ما از دانشگاه حذف کردیم. چیزهایی که در آینده این مملکت دارها نیازی ندارند و خدمتی به انقلاب نمی‌توانند بکنند و صرفاً یک عده افراد مدرکدار با توقعی را به وجود می‌آورند که هم از خود راضی‌اند و هم از مردم این کشور طرفدارند. این رشته‌ها را کنار گذاشتیم و به تعبیری که در اسلام داریم سعی کردیم که انشاءالله علم نافع را در دانشگاه ترویج بدیم. 17 سال بعد عبدالکریم سروش میگه در باب علوم انسانی ما وارد صحنه جنگ تازه‌ای شدیم. علوم انسانی از طرف دانشجویان انجام یعنی مقصودش انجمن‌های اسلامی مورد حساسیت بسیار قرار گرفت. آنها و بعضی از محققانشان آن علوم را از اصل نجس می‌دانستند. نهایتا امام به ستاد انقلاب فرهنگی توصیه کرد که برای اصلاح علوم انسانی به قم پناه ببرند. ستاد انقلاب فرهنگی رفت پیش جامعه مدرسین. جامعه مدرسین متوسل با آقای مصباح و دستگاه ایشان یعنی مدرسه باقرالعلوم شد. آقای مصباح برنامه‌ای به ستاد پیشنهاد کرد و گفت استادان به قم بیایند و ما با مباحث مشترکی داشته باشیم که این کار را انجام بدیم. ستاد هم تصمیم کرد و به این ترتیب جریانی شروع شد که قرار ابتدا قرار بود 9 ماه باشد اما بیش از 1 سال طول کشید. از مجموع این گفتگوها و برنامه‌ها 5 جلد کتاب بیرون آمد: روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و غیره که به هیچ وجه در دانشگاه ها موفق نبود و مورد اقبال چندانی قرار پایان این نقل. ولی نقل قول آخری که از دکتر سروش می‌دارم برای اینکه ببینیم که تحول فکری و تصویری که در گفتار ایشون هست. باز هم 10 سال بعد، یعنی سال 1388، در اولین شماره نشریه مهرنامه عبدالکریم سروش در گفتگویی با یک رسانه خبری بار دیگر در برابر پرسشی درباره انقلاب فرهنگی قرار گرفت و بدین ترتیب گفت: برای خودم و هم برای شنوندگان ملال‌آور شده. به هر حال چیزی به نام انقلاب فرهنگی در کشور اتفاق افتاد. خبرهایش را شنیدیم و حوادث را به چشم دیدیم. کسانی در شهرهای مختلف تصمیم گرفتند که دانشگاه‌ها چیزی نوعی و پدید بیاورند به نام انقلاب فرهنگی. و هدفشان این بود که دروس و برنامه‌ها را اسلامی کنند با هر معنایی که در ذهن داشتند و استادان ناباب و ناعهد و ضد انقلاب را از دانشگاه‌ها بیرون ببرند. در ادامه میگه که ما نزد آیت الله خمینی رفتیم و از ایشان خواهش کردیم که اجازه دهند دانشگاه‌ها را هر چه زودتر باز کنیم و پس از 1 سال تا 1.5 سال ما دانشگاه را باز کردیم و برای بیرون کردن استادان و تصفیه و تطهیر دانشگاه ها حاجتی به ستاد انقلاب فرهنگی نبود. در ادامه یعنی به این معنی که من نقشی نداشتم و انقلاب عضویت من در ستاد انقلاب فرهنگی هم مهم نبود. و خیلی هم جالبه که عنوان این مصاحبه هم این است که ستاد ما رئیس نداشت. یعنی ما از تمام مسائلی رو که در ستاد انقلاب فرهنگی انجام شده ما امضای ما پاش نیست. یه روند دیگه من به خاطر مسئله وقت به یه روند دیگه اشاره کنم. چون در مورد این اسلامی کردن به بنبست رسیدن یه واژه دیگه و یه پدیده دیگه رو شد و اون پدیده به نام بومی‌سازی بود. حتی صادق زیبا کلام در یکی از سخنرانی‌هاش میگه البته کسانی مثل من اسلامی کردن یکی از چیزهای پشت ذهنمان بود اما بحث اصلی ما بومی کردن. حالا مسئله بومی کردن یعنی چی؟ من در مقاله‌ای به نام دولت و رشته مطالعات زنان
اسلامی بومی سازی فمینیسم ستیزی به تحلیل این مفهوم بومی سازی در مطالعات زنان در ایران پرداختند. اوج این حرکت بومی سازی رو پس از تثبیت قدرت اصولگرایان و تداوم ریاست جمهوری احمدی نژاد در انتخابات 1388 بر دانشگاه ها می‌بینیم. این خیلی خلاصه بگم، این مسئله بومی سازی در مورد مطالعات زنان به دو شکل انجام میشه. یکی اینه که صدور فمینیسم اسلامی به بیرون، یعنی برای چهره نگه داشتن بومی سازی فمینیسم، فمینیسم اسلامی رو به بیرون میفرستن، ولی در درون به فمینیسم ستیزی در مطالعات زنان میپردازن. پروژه گسترده اسلامی بومی سازی فمینیسم ستیزی با پشتوانی دانشگاه حوزه‌ای هنوز در حال گسترشه. غلام علی حداد عادل رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در خرداد 1391 اعلام کرد که رشته مطالعات زنان به آن صورتی که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود در تعارض جدی با اسلام قرار دارد. به همین دلیل این شورا تصمیم گرفته است تا درباره آن تجدید نظر اساسی صورت بگیرد. همزمان با اعلام این موضع حداد عادل، شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام این رشته را از مطالعات زنان به مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام تثبیت کرده. بنابراین خلاصه کنم و جمع‌بندی، 40 سال دانش و دانشجو ستیزی چه عواقبی داشته برای دانشگاه؟ ضعف مدیریت، تعداد مراجع تصمیم گیری، تعدد مراجع تصمیم گیری، ایجاد تشتت، ناهماهنگی، وجود جهاد دانشگاهی، انجمنهای اسلامی، اعمال نفوذ، انتصاب، از یأس و ناامیدی در بین دانشجویان و دانشگاهیان، تنزل در موقعیت اجتماعی استادان، وصل چپاندن، اتهامات، توهین، دشنام، کتک زدن، پاکسازی، دستگیری، زندانی، بازنشستگی اجباری، سانسور و ممیزی و کلن پایین آمدن سطح دانش و پژوهش. انقلاب فرهنگی اسلامی بخشی از تدارک ایدئولوژیکی سیاسی کودتای خرداد 65 برای سرکوب گسترده هر گونه مقاومت در مقابل تثبیت رژیم اسلامگرا. اعدام‌های سال 60-61 و سپس سال 1367 اوج این سرکوب‌ها بود. نیروهایی که بعداً اصلاح طلب خوانده شدند در صف اول امنیتی و نظامی این حرکت بودند. تمام قوانین اسلامی کردن از آموزش گرفته تا مجازات، قضاوت، رابطه‌های جنسی، فضاهای عمومی، هر جایی که فکر کنی، همه اینها از اثبات و تحکیم این رژیم استبداد دینی بود که تا سال 1368 ادامه داشت. بخش عمده نیروهای ملی مذهبی این فرایند را هم پشتیبانی کردند و همراهی کردند. برای اینکه خیزش‌های اجتماعی کنونی وارد راهی شود که فداکاری‌ها و تلاش‌های مردم منتهی به بازسازی‌های نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی موجود در شکل‌های مختلفی که در این چهل سال دیدیم نشه، لازم است که این خیزش‌ها قول مطالبات همگانی به یک نوع همبستگی برسند. اینا به نظر من چی هستند؟ پایان دادن به سرکوب سیاسی امنیتی، جدایی دین از دولت، زدودن دین از دانشگاه و دانش و دانشجویی، لغو حجاب اجباری، مبارزه با فساد اقتصادی و فقر، رفع تبعیض علیه همه ملیت‌های غیر فارس در ایران، منع جنگجویی و دخالت‌های دولت در منطقه، جلوگیری از نابودی محیط زیست، رفع ستم از دیگر جنسان، همجنسگرایان و دیگر باشان. وظیفه دانشجویان و دانشگاهیان متعهد هست که به این مبارزات بپیوندند و این فرصت رو نباید از دست بدیم. و اگر که از دست بدیم، با شرایط بسیار سخت‌تری از دوران انقلاب فرهنگی اسلامی مواجه خواهیم بود. متشکرم. Thank you.
فرصت کوتاهی داریم یک سوال میتونم بگیرم. بفرم. وقتی که با انقلاب‌های ایران مقایسه می‌کنیم، انقلاب ایران جدا از یک
شکوه خاصی برخورداره برای اینکه یه قشر خیلی وسیع جامعه رو توی خیابونا میکشه، توی تظاهرات میکشه. دقیقا این اتفاق در زمانی میفته که در سطح جهانی صحبت از این هستش که پایان انقلاب، یعنی انقلاب، عصر انقلاب تموم شده، پایان تاریخ اعلام شده و بعد اینکه انقلابی در ایران اتفاق میفته که همه رو حیران میکنه و این قشر وسیعی که خب باید همونطوری که دکتر مجاب فرمودن و دکتر مقیسی در رابطه با زنان دانشجویان و زنان شرکت خیلی بزرگی داشتن. بعدا وقتی بیشتر فکر میکنه ببینیم که اون قشری که انقلاب رو ساختند و آرمان‌هایی که داشتن، خواسته‌هایی رو که داشتن، اون مدینه فاضله‌ای رو که می‌دیدن که الان داره میاد، اون روزنه‌ش مثلا توی اون دوره‌ای که ما می‌گیم بهار آزادی، بعداً بعدش یه چیز دیگه‌ای در میاد. و این چیز دیگه‌ای که در اومده خودش برای من حداقل تبدیل شده به یه معمای 40 ساله که هر وقت سعی میکنم که حلش بکنم دوباره خودم رو کله پا میکنم با یه مشکل جدید دیگه روبرو میشم. همه ما کسانی که مثلا کسانی که ازشون یه کمی سن گذشته و از 40 سال یه چند سال بیشتر هستن اینا میدونن که یکی از شعارهای خیلی اساسی انقلاب جبهه واحد ضد دیکتاتوری بود. شاه به عنوان یک حکومت دیکتاتور شناخته میشد و دولت در مقابل ملت، دولت در مقابل خلق و خلق و توده و مردم همیشه به نظر میومد که همه شون آزادی خواه هستن، در مقابلش دولت دیکتاتوری که مثلا با چکمه اونه رو هم تانک امریکایی و اینا همه مردم رو به چیز کشه به گلوله میکشه و اینا در مقابلش قرار گرفت. به یه شکلی این تئوری که اون روایتی که انقلاب رو ساخته یه روایتی است که دولت در مقابل ملت، دولت در مقابل اجتماع. ولی وقتی که یه کمی عمیق‌تر ببینیم و از اون روایتی که انقلاب رو ساخته ببینید، این داستانهاییه که نوع برداشتیه که همه با اون برداشت‌ها وارد مبارزه و کارزار انقلاب میشن. حالا یکم اینا رو به سوال بکشیم میبینیم که واقعیت‌ها فرق میکنه و این فرق کردنش هم از جوانب متفاوت میتونه مورد توجه قرار بگیره. من خب دو نکته رو روش امروز توجه بکنم. یکی این که به نظر من و بر اساس کارهایی که کردم، یعنی یه کاری که شاید اولین زمینه بود در این مورد، در حدود 20 سال پیش من یه مقاله نوشتم در مورد اسلامگرایی و بهائی ستیزی. به این نتیجه رسیدم که این جنبش اسلامی، جنبش شدن اسلام در یه دوره شروع میشه که همزمان با مبارزه با بهائیان هستش و بیشتر هم اون دوره ای که من پیدا کردم که در سالهای مثلا دوره رضا شاه اینا مهم بود، ولی دوره شکوفایی این مبارزه ضد بهایی سالهای جنگ جهانی دوم 1320 بود و همینطوری گسترش پیدا میکنه. هرچی جنبش اسلامی وسیع‌تر میشد مبارزه ضد بهایی دامنش بیشتر میشد. این یکی، یعنی دیگه شکلی من میخوام به این برگردم که برخلاف اون پیش‌فرض‌هایی که ما داریم، حکومت ایران بر اساس نوشته‌هایی که من از حقوقدان‌های بسیار، دیپلمات‌های ایران دیدم و باشون کار کردم و دنباله این چیزا رو گرفتم، اینا میشه بگیم که از سال‌های 1320 دولت ایران به علت شرایط جهانی که ایران داشت، طرز اشغال ایران از طریق شوروی و انگلیس و اینها و بعدش هم امریکا، ایران به این نتیجه میرسه و به یه شکلی در سال 1320 ایران شباهت بسیار زیادی داشت با سوریه امروزی
و شاید سوریه چندین سال پیشتر و در این که همه فکر میکردن که ایران به عنوان یک کشور مستقل دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و اینجا بود که حقوقدانهای ایرانی و من اسم یه چندتایشون رو اینجا اگه بخواییم و براتون میخونم کسانی هستن که مثل هم حقوقدانن و هم سیاستمدار و دیپلمات علی اصغر حکمت، قاسم غنی، نصرالله انتظام، علی قلی اردلان، جلال عبدی، مهدی وکیل، علی اکبر سیاسی، مصطفی عد، محمود سرشار، صادق سرمد، ارسلان خلعتبری، باقر عاملی، مهرانگیز منوچهریان و خیلی افراد دیگه. اینها به این پی دارن که تنها راهی که ایران رو بشه حفظش کرد این هستش که توجه رو گذاشت روی اصل 8 متمم قانون اساسی ایران که میگه تمام اهالی مملکت ایران در مقابل قوانین دولتی متساوی حقوق هستن و این اصل رو ارتباط دادن به اصل به اصطلاح به منشور آتلانتیک و منشور سازمان ملل و در همین دوره هم هستش که این به اصطلاح چیزی به نام منشور کوروش هم به وجود میاد. منشور کوروش هم دقیقاً این از شگرد‌های حقوقدان‌های ایران بود که می‌خواستن این اصل 8 متمم قانون اساسی و برابری حقوقی همه ایرانی‌ها ریگاردلس که مثلا مسلمان یا غیر مسلمان و ادیان متفاوت این رو یک سابقه تاریخی پیش از اسلامی بدن و بعداً هم در همون دوره سال 1320 می‌بینیم که حقوق بشر بیشتر و بیشتر مهمتر میشه و توجه حقوقدان‌های ایرانی مخصوصاً روی این تعریف‌ها و تفسیرهای ادبی و به یه شکلی عرفانی میشه که در اینجاست که مثلا مولوی یا رومی اهمیت بیشتر و بیشتری توی نوشته‌های ادبی و تفسیرهای تاریخی از ایران پیدا میکنه، حافظ پیدا میکنه، سعدی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه مفاهیمی که اینا به کار برده بودن که انسان رو به عنوان یک به اصطلاح پیکر مشترکی قلمداد میکردن این رو به برابری حقوق همگان ربطش بدن و به علت اهمیتی که دولت ایران برای حفظ تمامیت ارضی ایران اینجا چند تا نکته خیلی من فکر کنم مهم هستش که در نظر بگیریم. یکی این هستش که ما یه جریانی که داشتیم از سالهای وارد 1320 که میشیم نژاد پاک آریایی بودیم، در مقابل کسانی که خواهان نژاد پاک آریایی بودن یک اسلام ناب محمدی فدایان اسلام هم به وجود میاد، از طرف دیگه جنبش آذربایجان و استقلال آذربایجان مطرح میشه، جنبش کردستان و جمهوری مهاباد یه فرایند مهم دیگه میشه در سال 1946 و همزمان هم نیروهای چون ایران یک جایگاهی بود برای کسانی که از کشورهای اروپای شرقی و روسیه مخصوصا آمده بودن به ایران و یهودیایی که آمده بودن در ایران، سازمانهای صهیونیستی کوشش بسیاری داشتن که یهودیان ایرانی رو ببرن در فلسطین و اونجا شرایط به اصطلاح پیدایش کشور اسرائیل رو به وجود بیارن. بنابراین این به این دلیل بود که به اصطلاح سیاستمداران ایرانی، حقوقدان‌های ایرانی به این نتیجه میرسن که ما باید توجه رو بذاریم روی این برابری حقوقی همگانی و اینجاست که به نظر من این برابری حقوقی میشه که باعث میشه که روحانیت دامنه بیشتری برای فعالیت پیدا بکنه، وارد مبارزات اجتماعی و سیاسی بیشتری میشه، از طرف دیگه جنگ و دعوای سیاسی هستش ولی گستره سیاسی به نظر من باز میشه و حتی مفهوم انقلاب رو این بذارید چیز حقوق بشر من تموم بکنم که در سال 1960 نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد با بحثایی که داشتن در سازمان ملل متحد تصمیم میگیرن که این منشور کوروش رو در جایگاه سازمان ملل بگذارن. این مفهوم بنی آدم اعضای یکدیگر هست، بنی آدم اعضای یکدیگرند رو در اونجا بکارن
این مفاهیم نتیجه کارهای خیلی زیادی بوده که حقوقدانهای ایرانی و دیپلمات‌های ایرانی در سطح جهانی می‌کردن و وقتی هم که به نشریات سال‌های قبل از انقلاب، دو دهه انقلاب که برگردیم، برای من می‌بینم که این بحث‌های زیادی که در مورد دیکتاتوری دوره پهلوی میشه چندان درست در نمیاد. اتفاقا یک فضایی هستش که این فضا باعث میشه که جنگ و دعوا زیاد میشه، ولی اون دیکتاتوری که انقلاب رو ساخته وجود نداشته و بعدش هم در سالهای قبل از انقلاب مخصوصا برای کسی من خارج از ایران بودم اینا، این 100,000 زندانی سیاسی در ایران، نمیدونم چندین هزار نفر کشته شدن اینا بعد از انقلاب، وقتی آمارش اینا در میاد میبینیم که این زندان ها به اون شکلی که این همه خونخوارانه نبوده، این شکنجه هایی رو که میگفتن در زندان ها بوده بیشتر یه نافلستیک ایمجینیشن هستش و تعداد کسانی هم که بعد از انقلاب شهدا و اینا که پیدا شدن تعدادشون من فکر میکنم کمتر از 700 نفر در بوده، 700 نفر رو اینها بوده. بنابراین این یک جنبه است که من فکر میکنم که نیاز به بازاندیشی داره. این به این معنی نیستش که هر کار که شما میکرده خوب بوده، نه اینطوری نیستش. وقتی که اینا میان اصل 8 متمم قانون اساسی برابری حقوقی رو میذارن برای اصل قانون گذاری، همونطوری که یه مشکلاتی رو حل میکنه یه مشکلات جدیدی رو به وجود میاره. مهمترین مشکلی رو که به وجود میاره این هستش که از همون سالهای 1940-1320 روحانیت بیشتر و بیشتر در مقابل اصل 8 توجهش رو میذاره روی اصل 1 و 2 متمم قانون اساسی. اصل 1 میگه که ایران کشور شیعه اثنی عشری است و پادشاه باید مروج تشیع باشه، و اصل 2 هم میگه که تمام قوانین موضوع باید بر اساس شرع مبین باشه، و این رو تبدیل میکنن به مبارزه حقوق بشری خودشون. یعنی روحانیت وارد یه گستره میشه که این موضوع به اصطلاح لغو اصل 1 و 2 بیانگر این هستش که حکومت شاه یک حکومت ضد قانونی انتی کانستیتوشنال هستش، و هرچی شما بیشتر نزدیکتر میشین از سالهای 1320-1330-1340-50 میبینید که توجه بیشتر و بیشتر روحانیت به اصل 1 و 2 هستش. یک ایران یک مملکت شیعه هستش و تمام قوانین باید بر اساس شرع مبین باشن. حالا من وقتی این رو پی بردم که در سالهای 1320 این اتفاق میفته، اصل 8 مهم میشه، تازه یه مشکل دیگه برام پیش اومد. گفتم خب اگر اصل 8 در سالهای 1320 مهم میشن، قبلش چطور بوده؟ تازه این معما یکم مشکل تر شد. دوره رضا شاهی که من فکر میکردم یه دوره‌ایه که همونطور که خانم دکتر مقیسی گفتن یک حالت سکولارایزیشن و ریفورم و اینا به وجود اومده و قوانین به اصطلاح محاکم شرعی بسته میشن و به یه شکلی سکولار چیز به اصطلاح دهری دادگستری دهری به وجود میاد. اینا بیشتر و بیشتر به این نتیجه رسیدم که اتفاقا شباهت زیادتری بین جمهوری اسلامی بعد از انقلاب هستش و تغییر تحولات حقوقی دوره رضا شاه. چرا که وقتی که این دادگستری جدید به وجود میاد، خیلی از قوانین شرعی رو در زمینه های حقوق فردی، حقوق جزایی، حقوق مدنی اینا رو میارن میکنن دولتی. بگم نمونه های خیلی زیادی هستش دیگه، یعنی به یه شکلی شرع رو اینکورپوریت میکنن در قوانین مدنی، قوانین جزایی، قوانین حقوقی. یه اتفاق دیگه ای که میفته که به نظر من شاید مهمترین باشه این هستش که از سال 1928 به بعد اینا دولت ایران تصمیم میگیره که تمام املاک و اسناد باید ثبت رسمی بشن
یه دلیلش هم این بود که اگر شما یه خونه‌ای داشتی ولی سندشو نداشتی از بانک نمیتونستی پول بگیری، یعنی اعتبار نداشتی. برای اینکه اعتبار آفرینی بکنن اینه که تمام اسناد و املاک باید ثبت بشن و بعداً سال بعدش هم ازدواج طلاق رو هم که مردم بعض وقتا میرفتن ثبت میکردن بعض وقتا نمیکردن، اینها رو هم اجباری میکنه. اجباری شدن ثبت اسناد و املاک، اجباری شدن ازدواج طلاق. و در همین دوره است که دولت به این نتیجه میرسه که به جای اینکه خود دولت امر به اصطلاح محضرداری و دفترداری رو بر عهده بگیره، اینه که روحانیت رو وارد بازار بکنه. و شما وقتی که توجه بکنین یک قشر خیلی بزرگ تو محله هایی که بودین شما، شاید من تو محله خودمون که در دوره بچگی نگاه میکنم میبینم که تعداد این محضرهای ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق از تعداد خارگروش فروشی ها توی محله ها بیشتر بوده. اینا کیا بودن؟ اکثر قریب به اتفاقشون فارغ التحصیل های حوزه هستن، یعنی روحانیونی که مجتهدینی که آخوندی که اومده حالا دفتردار و دفتریار شده، پروفشنالایز شده، حرفه‌ای شده، کارهای حقوقی میکنه. وقتی که ما صحبت از انقلاب ایران میکنیم و فقط توجهمون روی این هستش که آخوند مسجدی و به اصطلاح حسینیه‌ای رو میبینیم، این قشر خیلی وسیع‌تر روحانیت رو که توی دستگاه‌های سمای به اصطلاح لیگال ایران هستن هیچ وقت در نظر نمیگیریم. اگر اون رو در نظر بگیریم به عنوان دستگاه‌های نامرئی روحانی که ما ندیدیمشون و اینها تمام این کسانی که حالا یک کاری که الان من دارم انجام میدم و اینا دنبال اینو گرفتم که این کسانی که محضردار بودن، حالا درسته بعضیشون هم عمامه‌هاشون رو برمی‌دارن، ولی مثل روشن فکری‌های دینی که صحبت رو کردیم، آقای چی بود اسمش؟ سروش و اینا، اون به شکلی آدم‌ها اینطوری بودن که خیلیشون نشریه داشتن، کارهای تبلیغاتی خیلی زیاد میکردن، کارهای حقوقی میکردن، سمای یعنی به شکل لیگال ورکر بودن، درسته؟ اون حالا وقتی که این رو هم بذاریم کنار این، میبینیم که یکی که این مسئله حقوق بشر در سالهای 1320 تبدیل میشه به یک به اصطلاح اهرم حکمرانی در دولت، در مقابلش روحانیت با بازی اصل یک و دو وارد معرکه سیاست میشه و این چالش‌های حقوقی و قانونی به یه شکلی constitutional struggles به انقلاب اسلامی میانجامه. و در اینجا وقتی که نقش تعیین کننده رو آخونده و واعظای مسجدی و اینا نداشتن، دقیقاً کسانی داشتن که توی محله شما همه میدونستن که این ملک مال کیه، اون ملک مال کیه، این یکی مال کی هستش. وقتی هم که همه گذاشتن رفتن و یا رفتن توی زندان اینا، کسانی که بعدا میان این املاک رو سندسازی میکنن و تقریب میدن، دقیقا اونایی هم که این امراض زندگی شخصی و خانوادگی شما رو هم میدونن. یعنی به یه شکلی اون تغییر و تحولات بعد از انقلاب مخصوصا در زمینه املاک و اینها، اگر شما این محضردارها رو در نظر نگیرین، اصلا اون کانفیسکیشن های پست‌رولوشنری رو نمیتونین بفهمین. بنابراین چیز من این هستش که روایت هایی رو که ما از انقلاب داریم و خیلی همکاران خود من که در انقلاب شرکت کردن و با اون انقلاب با اون روایت های انقلاب ساز میخوان انقلاب رو توضیح بدن، توضیح داده نمیشه و یک به اصطلاح گیجی بیشتری رو به وجود میاره. من فکر می‌کنم یه نیاز خیلی جدی هستش به اون بازاندیشی نوع تاریخی رو که ما به یاد آوردیم، یاد گرفتیم، آموختیم و بازاندیشی به این دوره‌های متفاوت تجدد ایرانی و به یه شکلی من فکر می‌کنم که انقلاب اسلامی و انقلاب
مشروطیت یه رابطه خیلی تنگاتنگی دارن و این رابطه بود که من در حدود 30 سال پیش در تز دکترام مورد توجه قرار دادم، یعنی مقایسه این دو انقلاب بود. همونطوری که گفتم هر چی بیشتر پیش میرم که میخوام این انقلاب رو بهتر بفهمم، یهو با یه مسئله بحرنج جدیدی به وجود میاد که کل اون چیزایی که ساختم به یه شکلی خودم خرابش میکنم و این میخواستم شما یه شناختی از این تحولات ذهنی من که چطوری خواستم این انقلاب رو توضیح بدم، این معما رو حل کنم و هر چی رفتم که حل بکنم با یه مشکل جدید تری روبرو شدم. این مشکل دیگه ای رو که من خواهم خیلی سریع دیگه براتون بگم و اینها این هستش که انقلاب مشروطیت ایران یه انقلابی بود که با زبان پزشکی ساخته و پرداخته شد. یعنی انقلاب چیز، انقلاب مشروطیت در سالهای قبل از انقلاب مشروطیت همه به این نتیجه رسیده بودن، مخصوصا ایرانیانی که دنیا دیده بودن اونها، که ایران به عنوان یک کشور مستقل دیگه نمیتونه ادامه بده. پایان زندگی ایران به عنوان یک کشور مستقل و دیده بودن که مثلا مصر و هند و اینا که کشورهای بزرگ قدیمی باستانی بودن اینا مستعمره شدن. بعداً حضور فعال روسیه و انگلیس رو هم در ایران دیده بودن و به این نجرس بودن که ایران پا به مرگ است و اینجاست که میان و انقلاب مشروطیت ایران یه انقلابی است که از طریق زبان پزشکی جدن میشه فهمید. تحلیل تاریخ انقلاب یک تاریخ پزشکی است و این هستش که ایران پا به مرگ، باید مداوا بشه. بیماری هایی هم که داشته میکروب استبداد هستش و این میکروب استبداد رو باید در آورد اینها. و وقتی که ما میام به انقلاب اسلامی میرسیم میبینیم که این تحلیل های پزشکی تا همون سال اول انقلاب ادامه پیدا میکنه و روحانیت اتفاقا وقتی که نوشته های روحانیت توی نشریات متفاوت که شما بخونید میبینیم که اینا یه سرشون توی این کتاب های تربیتی و کتاب های روانشناسیه و تمام نوشته هایی که دارن شیرازش و تحلیل هاشون اینا رو از کتاب های روانشناسی میگیرن و به یه شکلی هم در سالهای قبل از انقلاب، در اون سال قبل از انقلاب، روحانیان خودشون رو به عنوان حکمای روحانی، یعنی پزشکای روحانی و روانی برای یه ملتی که از لحاظ روانی بیمار بوده و بیماری غرب زدگی داشته، برای اون خودشون رو به اصطلاح پزشک این دردها میدونستن. و بعد از انقلاب یک تغییر اساسی در بافت تحلیلی مسائل در ایران و در بین نیروهای سیاسی به وجود میاد که سازی، بازسازی، نوسازی، بهسازی، روسازی، زیرسازی، هندسه انقلاب، هندسه اون میشه، یعنی زبان مهندسی میشه زبان انقلاب ایران. و تغییر و تحولاتی هم که در سالهای بعد از انقلاب صورت گرفته به نظر من یه رابطه خیلی نزدیکتری داره، به جای اینکه کشور رو به عنوان یک پیکر، به عنوان یک بدن، به عنوان یک وجود ارگانیک بشناسن، حالا تبدیل شده به یه جایی که شما میتونی بیا بولدوزر بندازی خرابش کنی، بازسازی و نوسازیش کنی. و این فکر میکنم خیلی مهمه که ما به این پدیده یک دانش جدیدی که در دوره‌های بعد از انقلاب داره به وجود میاد اونم خیلی توجه کنیم. اگر فکر کنیم که این آخوندها همشون از این آدم‌های قرون وسطایی هستن و چی نمی‌فهمن و چی نمی‌شناسن، بنابراین خیلی تغییر تحولات اجتماعی رو نمی‌تونیم ما بفهمیم. من فکر می‌کنم مثلا من یه مفهومی که در این رابطه ساختم اینا مفهوم مجتهندسه که خیلی از نماینده های ولی فقیه توی ارگان های متعدد کسانی هستن که یا فارغ التحصیل حوزه بودن بعدا رفتن دانشگاه یه لیسانس و فوق لیسانس گرفتن، یا اول مهندس بودن بعدا رفتن حوزه درجه اشتغال هم گرفتن. و این مولتی دیسیپلینری بودن ایناست که باید اساس کار و شناخت ما باشه. اگه فکر کنیم که اینا بی سواد و نفهم هستن we missed the biggest story که اونجا بود. خیلی ممنون. چند دقیقه
فرصت هست برای یکی دو تا سوال از دکتر توکلی.